سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بخردان از مردم به زودی خواهند گفت ایشان را از قبله ای که بر آن بودند چی چیز بازگردانید؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر کسی را که خواهد برای راست ره یاب می سازد. و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبدین گونه شما را امتی میانه ساختیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و ما آن قبله را که تو بر آن بودی مقرر نداشتیم مگر برای اینکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از کسی که به عقب خویش برمی گردد متمایز سازیم، هرچند این کاریست بس دشوار مگر بر کسانی که خداوند ایشان را رهیاب گردانیده است و خداوند هرگز ایمان یعنی نمازهای شما را ضایع نمی گرداند، حقا که خداوند به مردم واقعا مهربان و بخشاینده است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما دیدیم که تو با نگاه های انتظار آلود جانب آسمان روی می گردانی، اکنون واقعا ما روی تو را به همان قبله بر می گردانیم که به آن خوشنود شوی، پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و به هر جایی که بودید پس روی خود را به آن جانب بگردانید. واقعا کسانی که به ایشان کتاب داده شده خوب می دانند که این امر حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه ایشان می کنند هرگز غافل نیست. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واقعا اگر با اهل کتاب هر نشانه را بیاوری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و نی هم تو از قبله ایشان پیروی می نمایی و نی بعضشان قبله بعضی دیگر را پیروی می کنند. واقعا بعد از این آگاهی که به تو حاصل شد اگر از هوای نفس ایشان پیروی نمایی در آن صورت تو یقینا از زمره ستمگارانی. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا من
الحق وهم يعلمون. کسانی که به ایشان کتاب را دادیم او صلی الله علیه و سلم را طوری می شناسند که فرزندان خود را می شناسند و حقا که گروهی از ایشان آگاهانه حق را پنهان می کنند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. این یعنی روی آوردن به سوی خانه کعبه حق است از جانب پروردگاری تو، پس هرگز از زمره شک کنندگان ما باش. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. هر کسی جهتی دارد که خداوند او را به سوی آن متوجه می سازد، پس در نیکوکاری از یک دیگر سبقت نمایید. هر جایی که باشید خداوند همه شما را باز می آورد. حقا که خداوند بر هر چیزی تواناست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. و از هر جایی که بیرون شدی پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و این واقعا حق است از جانب پروردگار تو و خدا از آن چه می کنید غافل نیست. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. و از هر جایی که بیرون شدی روی خود را جانب مسجد حرام بگردان و هر جا که باشید روی خود را به سوی آن بگردانید تا مردم دلیلی بر ضد شما نداشته باشند جز ظالمان ایشان که از شما دست بردار نیستند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید و تا من نعمت خیش را به شما تمام کنم و باشد که شما رهیاب شوید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمة و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. همان گونه که در میان شما رسولی از شما فرستادیم که آیات ما را به شما می خواند و شما را پاکیزه می سازد، به شما کتاب و حکمت می آموزد و چیزی را که پیش از این نمی دانستید به شما می آموزد. فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون. پس مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و مرا سپاس گذارید و ناسپاسی ننمایید. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أي مؤمنان از شکیبایی و نماز یاری جویید، حقا که خداوند با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگوید، بلکه آنها زنده اند مگر شما درک نمی کنید. ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون همانا ما شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و کمبود میوه ها می آزماییم و مژده بده شکیبایان را آنانی که چون به ایشان مصیبت می رسد می گویند حقا که ما از خداییم و حقا که به سوی خدا باز می گردیم اولئیک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئیک هم المهتدون همین هایند که عنایات و مهربانی های پروردگارشان شامل حال آنها شده و همین هایند رهیاب ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ حقا که صفا و مروه از نشانه های خداست پس کسی که خانه خدا را حج کند یا عمره به جا آرد بر او گناهی نیست که به گرد این دو طواف نماید و کسانی که از فرمان خدا به میل خودشان در انجام کارهای نیک اطاعت می ورزند پس حقا که خداوند در برابر عمل اوشان شکر گذار و به کارهایشان داناست این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئیک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون به تحقیق آنانی که نشانه های روشن و رهنمودهای را که فرستادیم کتمان می کنند بعد از آن که آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم همین هایند که ایشان را خدا و همه لعنت کنندگان مورد لعن قرار می دهند إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم مگر کسانی که توبه کردند به اصلاح اعمال خیش پرداختند و حقیقت را بیان کردند همین هایند که توبه ایشان را میپذیرم و منم آن توبه پذیر مهربان إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون آنانی که کافر شده اند و در حال کفر مردند ایشان مورد لعنت خدا فرشتگان و همه مردم قرار می گیرند در آن یعنی عذاب همیشه به سر می برند از ایشان عذاب تخفیف نمی یابد و نی هم به ایشان مهلت داده می شود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم و خدای شما خدای یگانه است جز او هیچ معبودی نیست بخشاینده مهربان است این
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین، اختلاف شب و روز و در کشتی هایی که در بحر به سود مردم آمد و شد می کنند، در بارانی که خداوند آن را از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از آن که مرده بود زنده گردانیده و جانداران را در روی زمین به هر سو گسترده ساخته است، همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین رام شونده اند، یعنی مسیر خیش را می پیمایند، در هر یک از آنها یقینا نشانه هایی است به وجود خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. با این هم هستند مردمی که بغیر از خدای برحق معبودان دیگری را به پرستش می گیرند، ایشان را طور دوست می دارند که باید خدا را دوست داشته باشند، اما آنانی که به خدا ایمان دارند، محبتشان به خدا نسبت به محبت مشرکان در برابر معبودانشان شدیدتر است. ستمگاران هنگامی که عذاب خدا را ببینند، به این حقیقت پی میبرند که همه این نیروها تنها از آن خداست و بیشک خداوند سخت عذاب کننده است. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. در این حالت است که پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند، عذاب را می بینند و همه وسایل از ایشان قطع می شود. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. در این حال پیروان میگویند ای کاش به ما فرصتی دیگر داده میشد تا ما هم از ایشان بیزاری میجستیم، همچنانی که ایشان از ما بیزاری جستند. آری بدین ترتیب خداوند اعمالشان را به آنها برای حسرت خوردنشان مینمایاند و ایشان از آتش دوزخ بیرون شدن نمیتوانند. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي مردم از آنچه در روی زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گام های شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمنی آشکار است.
انما یأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. به تحقیق که شیطان شما را به کارهای بد و ننگین فرا می‌خواند و به این که با خدا چیزی را نسبت دهید که نمی‌دانید. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. و چون به مشرکان گفته شود از آنچه خدا نازل گردانیده پیروی کنید، میگویند نخیر ما از روش پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم. آیا این چنین نیست که پدرانشان چیزی را نمیفهمیدند و هدایت نیافته بودند؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال تو در دعوت کافران بسان کسی است که حیوانات را برای نجات از خطر صدا می زنند، ولی آنها چیزی جز صدا و آواز نمی شنوند. ایشان در حقیقت کر گنگ و نابینایند و چیزی نمی فهمند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله این کنتم ایاه تعبدون. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزهی که برای شما روزی گردانیده ایم بخورید و خدا را سپاس گذارید اگر خواست او را پرستش میکنید. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم. خداوند تنها بر شما گوشت خود مرده، خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه را در هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده باشد. چون کسی ناچار شد، در صورتی که از حد نگذرد و تجاوز نکند، پس در خوردن آن گناهی به وی عاید نمی شود. همان خداوند آمرزگاری مهربان است. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. کسانی که آنچه را از کتاب خدا نازل گردیده می پوشانند و آن را با بهای ناچیز می فروشند، ایشان جز آتش چیزی دیگر در شکمهای خود نمی خورند. خداوند در روز قیامت با ایشان سخن نمی زند، ایشان را تسکین نمی کند و برای ایشان عذابی است دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت و عذاب را به آمرزش خریده اند. پس چی چیزی ایشان را بر آتش دوزخ اینقدر صبور ساخته است؟
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. این تباهیشان از سببی است که خداوند این کتاب را به حق فرستاده است و کسانی که در کتاب اختلاف ورزیدند در نهایت پراگندگی یعنی بدبختی قرار دارند. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی تنها این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید، مگر نیکی واقعی از آن کسانی است که با خدا روز جزا و فرشتگان کتاب و پیامبران ایمان آورده اند. مال خود را با وجود محبت به آن به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و ماندگان در راه، سائلان و برای رهایی بردگان پرداختند. نماز را به تمام و کمال ادا کردند، زکات را پرداختند و کسانی که چون پیمانی بستند به عهد خیش وفا کردند و در برابر سختی ها و بیماری ها و در هنگام کارزار از خود شکیبایی نشان دادند. همین هایند که راست گفتند و همین هایند پرهیزگار. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای مؤمنان، بر شما قصاص در کشتگان فرض شده است. آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن. اگر کسی از طرف برادر دینی خود به چیز مورد عفو قرار گیرد، پس باید این کار به شیوه پسندیده پیگیری شود، یعنی حال دیت دهنده در نظر گرفته شود و قاتل نیز به توجه شایسته این پول را بپردازد. این تخفیف است از جانب پروردگار شما و مرحمتی. اگر کسی بعد از این به تجاوز پرداخت، پس برایش عذابی است دردناک. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وبرای شما در قصاص زندگی است ای مردم خردمند، تا باشد که از عواقب کشتارهای ناحق خیش بترسید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر از خود دارایی گذاشته باشد، بر شما فرض است که برای پدر، مادر و وابستگان خود به شیوه پسندیده وصیت کنید. این کار حقی است بر پرهیزگاران. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. چون کسی وصیت را بعد از آن که شنید تغییر داد، پس بیگمان گناه آن بر کسانی است که آن را تغییر داده اند. حقا که خداوند شنوا و داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه این الله غفور رحیم. چون کسی در مورد وصیت کننده بیم جانبداری یا گناهی را داشت و به این سبب در صدد اصلاح بین ایشان برآمد، پس بر وی گناهی نیست، حتی که خداوند آمرزگار مهربان است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد که شما پرهیزگار شوید. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه چند روزی شمرده شده است. چون کسی از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای دیگر را به عوض آن روزهایی که خورده است روزه بگیرد. برای آنانی که توان روزه گرفتن را ندارند، به عوض هر روز روزه فدیه است به غذا دادن یک مسکین. اگر کسی به گونه رضاکارانه فدیه بیشتر بدهد، این برایش بهتر است. و اگر روزه بگیرید، برای شما بهتر است اگر بدانید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرق گذار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد، آن را روزه بگیرد. و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد، پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد. و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید. و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است، او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند، من یقینا به ایشان نزدیکم. چون دعا کننده مرا بخواند، دعایش را اجابت می کنم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و باید به من ایمان آرند تا باشد که برای راست رهنمون شوند. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شبهای روزه برای شما آمیزش جنسی با زنان شما حلال است. ایشان لباس شمایند و شما لباس ایشانید. خداوند می دانست که شما با خود خیانت می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون می توانید با ایشان آمیزش کنید و آنچه را که خداوند نصیب شما گردانیده طلب نمایید و بخورید و بیاشامید تا هنگامی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب جدا شود. پس روزه خود را تا به شب تمام کنید، یعنی دوام دهید. در حالی که شما در مساجد معتکف هستید، با زنان خیش آمیزش جنسی ننمایید. این حدود است که خداوند آن را وضع کرده است، پس به آن نزدیک مشوید. خداوند این چنین آیه های خود را به مردم بیان می کند تا باشد که پرهیزگار شوند. ولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مالهای خود را در بین خیش بناحق مخورید، به طوری که آن را به حاکمان رشوت بدهید و بدین وسیله قسمتی از مال مردم را بناحق بخورید، در حالی که شما می دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو در مورد ماهای نو میپرسند، بگو اینها برای وقت شناسی مردم و تشخیص وقت حج است. نیکویی این نیست که با خانه ها از عقب آن درایید، ولی نیکویی از آن کسی است که پرهیزگاری پیشه کند و با خانه ها از دروازه های آن درایید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذر راه خدا با آنهای بجنگید که با شما مقاتله می کنند، ولی از حد مگذرید و حقا که خداوند از حد گذرندگان را دوست ندارد. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. مشرکان را در هر جایی که یافتید بکشید و از جایی که شما را بیرون کردند آنها را بیرون کنید و فتنه انگیزی یعنی شرک از قتل هم گناهی بزرگتر است. با ایشان در نزد مسجد الحرام قتال مکنید مگر در حالی که با شما در آنجا مقاتله کنند. پس اگر ایشان در مسجد الحرام با شما مقاتله کردند شما هم ایشان را در آنجا بکشید. این چنین است پاداش کافران. فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اما اگر ایشان از تجاوز دست بکشند پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. و با ایشان تا وقت جنگ کنید که فتنه باقی نماند و دین خاص از آن خدا گردد. اما اگر آنها از تجاوز دست بکشند پس مخاصمتی نیست مگر در برابر ستمگاران. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. ماه حرام در برابر ماه حرام است، یعنی در ماه حرام هم می توانید حمله دشمن را جواب بالمثل بدهید. همه چیزهای حرام قابل قصاصند. پس چون کسی بر شما تجاوز کرد شما هم به مثل تجاوزی که او کرده بر وی تجاوز کنید و از خدا بترسید و بدانید که به تحقیق خدا با پرهیزگاران است. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنين. و از دارایی خود در راه خدا خرج کنید و خود را به دست خیش به تهلکه نیندازید و نیکی ورزید. حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و اتموا الحج والعمرة لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حج و عمره را برای خدا تمام کنید. اگر محصور شدید یعنی بعد از احرام نسبت مانعی نتوانستید حج بجا آرید پس به وسیله هدیه که میسر شود خود را از احرام خارج سازید و تا هدیه به محل آن برسد سر خیش را نتراشید. اگر کسی از شما مریض باشد یا از ناحیه سر خود ناراحتی احساس کند
یعنی که ناچار شود سر خود را بتراشد، پس برای جبران این عمل باید فدیه از قبیل روزه یا خیرات یا قربانی حیوانی ادا کند. و چون ایمن شدید، یعنی از حصار نجات یافتید، کسانی که حج و عمره را با تمتو ادا کردند، آنچه از هدیه که برای ایشان میسر است ذبح کنند. کسی که توان آن را نداشت تا هدیه ذبح کند، 30 روز را در حج و 7 روز را چون به خانه های خود برگشتید روزه بگیرید، که این مجموعاً 10 روز کامل می شود. این حکم برای کسی است که خانواده او در حوزه مسجد الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقت ادای حج ماهای معینی است. کسانی که ادای حج را در این ایام با عهده می گیرند، پس نباید در حج با آمیزش جنسی یا صحبت درباره آن و گناه و جدال بپردازند. هر عمل نیکی را که انجام دهید به یقین بدانید خداوند آن را می داند. با خود توشه بگیرید، به تحقیق که بهترین توشه ها همانا تقواست. از من بترسید ای مردم هوشمند. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين. بر شما گناهی نیست که فضل پروردگار خیش را بجویید. چون از عرفات فرود آمدید، در برابر مشعر الحرام خدا را بر زبان آرید و با همان گونه‌ای که با شما هدایت داده او را یاد کنید، هرچند پیش از این از جمله گمراهان بودید. من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد از آن از همان راهی یعنی از عرفات به سوی منا فرود آیید که سایر مردم فرود می آیند و از خدا آمرزش بخواهید. به تحقیق که خدا آمرزنده مهربان است. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. چون مناسک خیش را به جا آوردید، خدا را یاد کنید با همان گونه ای که در دوره جاهلیت پدران خیش را یاد می کردید، بلکه از آن هم شدیدتر. و از مردم کسی هست که می گوید خدایا بهره ما را از دنیا بدی و برای او از آخرت بهره نیست. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. از مردم کسی هست که میگوید ای پروردگار ما برای ما در دنیا خوبی بده و در آخرت خوبی بده و ما را از عذاب دوزخ وارهان. اولئك لهم نصيب والله سريع الحساب.
همین هایند که از کسب خیش بهره اندوز می شوند و خداوند دارای حساب سریع است. واذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا واتقوا الله واعلموا انكم الیه تحشرون. خداوند را در روزهای معین یاد کنید. کسی که شتاب کند تا در دو روز راه سپار شود هم بروی گناهی نیست، و کسی که رفتن خیش را تأخیر کند نیز بروی گناهی نیست. برای کسانی که پرهیزگار باشند، از خدا بترسید و بدانید که شما حتما به سوی او حشر می شوید. و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. از مردم کسی هست که گفته اش در مورد زندگی دنیا مایه اعجاب تو می گردد و بر آنچه در دل اوست خدا را گواه می گیرد، در حالی که او سرسخت‌ترین دشمنان است. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. و چون روی برگرداند، یعنی از پیش تو بیرون شد، میکوشد تا در زمین فساد کند و کشت و مواشی را تباه سازد، در حالی که خداوند فساد پیشگی را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. و هنگامی که به او گفته شود از خدا بترس، غرور او را به گناهکاری می کشاند، برای او دوزخ کافی است و چی بد مسکنی است دوزخ. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از مردم کسی هست که خود را در برابر به دست آوردن خوشنودی خدا می فروشد و خداوند بر بندگان خود مهربان است. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي مؤمنون، در اسلام به تمام و کمال داخل شوید و از گام های شیطان پیروی مکنید، حقا که او برای شما دشمن آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر بعد از آن همه نشانه های روشنی که با شما آمده است باز هم بلغزید، پس بدانید که خداوند صاحب قدرت منیع و با حکمت است. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکة و قضی الامر و الى الله ترجع الامور. آیا ایشان چشم براه آنند که خداوند و فرشتگان در سایه های از ابر پیششان بیایند؟ کار تمام شده است و همه امور به سوی خدا بازگردانیده می شود. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. از بنی اسرائیل بپرس چی نشانه های روشنی به ایشان دادی؟ و کسی که نعمت خدا را بعد از آن که به او رسیده تبدیل کند، یعنی از آن برای نادرستی کار گیرد، حقا که خداوند در عقوبت خود شدید است. زين
للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگانی دنیا برای کافران زیبا جلوه داده شده است و ایشان به مسلمانان تمسخر می کنند، ولی پرهیزگاران در روز قیامت در مقامی بالاتر از ایشان قرار دارند و خداوند هر کی را بخواهد روزی بیشمار می دهد. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم در آغاز امت واحد بودند، سپس خداوند پیامبران را به حیث مجددهنده و بیمدهنده فرستاد و با ایشان کتاب را به حق نازل گردانید تا در مسائلی که مردم در آن اختلاف ورزیدند پیامبران در بین ایشان حکم کنند، و تنها همان کسانی به اختلاف پرداختند که با ایشان کتاب داده شده بود. بعد از آن که به آنها نشانه های روشنی آمد، این کار از روی سرکشی که در میانشان پدیدار گردید واقع شد. پس خداوند به اراده خود مؤمنان را در موارد اختلافشان به سوی حق هدایت نمود، و خداوند کسی را که بخواهد برای راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا پنداشتید که می توانید به بهشت داخل شوید بدون آن که حالات پیشینیان شما به شما رسیده باشد؟ به ایشان سختی و رنج بسیار رسید و مضطرب شدند، به حدی که پیامبر و مؤمنان همراه او گفتند پس یاری خدا چی وقت به سراغ ما می آید؟ و ایشان گفته شد آگاه باشید، بدون شک یاری خداوند نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو می پرسند چی چیز را خیرات بدهند؟ بگو هر چیزی را که برای پدر، مادر، خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه یعنی مسافران نفقه می کنید و هر خیری را که انجام می دهید حقاک خداوند به آن آگاست. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. جهاد بر شما فرض شده است در حالی که با شما ناگوار است، و ای بسا که چیزی را ناگوار پندارید که به خیر شما باشد، و ای بسا که چیزی را دوست داشته باشید و به شر شما باشد، و خداوند می داند و شما نمی دانید.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون از تو در باره جنگ کردن در ماه حرام می پرسن. بگو جنگ کردن در ماه حرام گناهی بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا، انکار از خدا و بازداشت از مسجد حرام و بیرون راندن اهل مسجد از آن در نزد خداوند از آن هم گناهی بزرگتر است و فتنه انگیزی یعنی شرک حتی از قتل هم گناهی بزرگتر است. ایشان با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دین شما برگردانند، و کسی از شما که از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد، پس اعمال چنین مردمی در دنیا و آخرت ضایع است. ایشان اهل دوزخند و در آن همیشه به سر میبرند. این الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. به تحقیق آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که در راه خدا هجرت و جهاد کردند، همینها امید رحمت خداوند را دارند و خداوند بخشاینده و مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. از تو درباره شراب و قمار میپرسند، بگو در آنها برای مردم گناه بزرگ و منفعت هاییست و گناه آن از نفع آن بزرگتر است. از تو میپرسند چی چیز را خرج کنند، یعنی خیرات بدهند. بگو چیزی را که زاید بر ضرورت شما باشد خیرات کنید، و به این ترتیب خداوند نشانه های خود را برای شما روشن می کند تا باشد که شما فکر کنید درباره اثرات آن در دنیا و آخرت. و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و این تخالطوهم فإخوانكم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. از تو درباره یتیمان میپرسند، بگو اصلاح امورشان بهتر است اگر امور زندگیشان را با امور زندگی خود خلط کنید، پس آنها هم برادران شمایند و خداوند مفسد را از مصلح میشناسد و اگر خداوند بخواهد شما را به زحمت میاندازد. حقا که خداوند صاحب قدرت منیع و با حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد
لكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و زنان مشرک را تا وقتی که ایمان آرند نکاح نکنید. کنیز صاحب ایمان واقعا از زن آزاد مشرک بهتر است، اگرچه شما را به شگفت آورد. به مردان مشرک تا وقتی که ایمان آرند دختران خیش را به نکاح ندهید. غلام مسلمان واقعا از مشرک آزاد بهتر است، اگرچه شما را به شگفت آورد. این مشرکان شما را به سوی آتش فرا می خوانند و خداوند شما را به اراده خود به سوی بهشت و آمرزش فرا می خواند و برای مردم آیات خیش را بیان می کند تا باشد که ایشان پند بگیرند. و یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو در مورد عادت ماهوار زنان می پرسند. بگو این حالت پلیدی و اذیتی است، بنابراین از زنان در وقت عادت ماهوارشان خود را دور بدارید و تا خوب پاک شوند به ایشان نزدیک نشوید و چون پاک شدند می توانید در جایی که خداوند به شما دستور داده است به ایشان پیش شوید. به تحقیق که خداوند توبکاران را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما برای شما همچون کشتزارند. به کشتزار خود به هر کیفیتی که می خواهید بیایید، یعنی به هر کیفیتی که می خواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید و برای خیش از پیش توشه بفرستید. از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بدهید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری، پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی شما نمی گیرد، بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما می گیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند می خورند انتظار 4 ماه دستور داده شده است. اگر ایشان راجعت کردند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم. و اگر قصد طلاق کردند سپس خداوند واقعا شنوا و داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. زنان طلاق شده در مورد خود گذشتان دنی سی دوره قرعه را انتظار بکشند. اگر ایشان به خداوند و روز قیامت ایمان دارند، به آنها حلال نیست که آنچه را خداوند در رحمهایشان آفریده پنهان کنند و در این دوره شوهرانشان بر رجوع به ایشان حق دارترند اگر بخواهند صلح کنند. زنان به اساس شریعت همان حقوقی را بر شوهران خیش دارند که شوهرانشان بر ایشان دارند و مردان بر زنان درجه یعنی امتیازی دارند و خداوند صاحب قدرت منیع و صاحب حکمت است. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی دوبار است، سپس یا نگه داشتن است به وجه پسندیده یا رها کردن است به نیکویی و برای شما مجاز نیست که چیزی را که به زنان خیش داده اید بازگیرید، مگر این که زن و شوهر بترسند که احکام خداوند را مراعات کردن نتوانند. اگر شما ترسیدید که زن و شوهر احکام خدا را برپا نمی کنند، پس بر زن و شوهر گناهی نیست که زن در برابر گرفتن طلاق خود عوض بدهد. این است احکام خداوند، لحاظا از آنها تجاوز نکنید. اگر کسی از احکام خدا تجاوز کند، پس این گروه ایشانند ستمگار. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر شوهر زن خیش را برای بار سوم طلاق داد، در این حال بعد از این زنش برای او حلال نمی شود تا آن زن شوهری دیگر بگیرد. سپس چون شوهر دوم وی او را طلاق داد، در آن صورت بر هیچ یک از طرفین گناهی نیست اگر به نکاح رجوع کنند، به شرطی که احساس کنند که می توانند احکام خدا را برپا دارند و این است احکام خدا که آن را برای مردم آگاه بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
هنگامی که زنان را طلاق دادی و ایشان عهده ایشان را به سر رساندن، آنها را یا موافق به دستور به وجه پسندیده نگه دارید یا موافق به دستور به وجه پسندیده رها کنید، اما ایشان را به این هدف نگه ندارید که به ایشان زیان برسانید و بر ایشان تجاوز کنید. اگر کسی چنین کند، پس حقا که به خود ستم کرده است. احکام خدا را به تمسخر نگیرید و نعمتهای را که خداوند به شما ارزانی کرده و نیز آنچه را خداوند به شما از کتاب و حکمت نازل کرده که به وسیله آن شما را پند بدهد به خاطر بگیرید و از خدا بترسید و بدانید که خداوند به هر چیز آگاه است. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنگامی که زنان را طلاق دادید و ایشان عدت خیش را گذشتاندند، در صورتی که میان خود بر اساس شرایط منصفانه راضی باشند، مانع ازدواجشان با شوهران سابقه ایشان نشوید. این پند به کسانی داده می شود که به خداوند و روز آخرت ایمان دارند. این کار برای شما سودمندتر و پاکتر است و خدا می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا مادران فرزندان خود را 2 سال کامل شیر دهند. این مدت برای کسی است که بخواهد دوران شیر دادن را تکمیل کنند. بر کسی که فرزند برای او زاده شده یعنی پدر لازم است مصرف طعام و لباس زنان شیر دهنده را بر اساس شرایط منصفانه بپردازد. بر هیچ کس باری بالاتر از توان او گذاشته نمی شود، نی بر مادر به سبب فرزندش و نی هم به پدر به سبب فرزندش ضرر رسانیده شود. و بر وارث نیز مانند این است، یعنی رعایت این مراتب لازم است. پس اگر زن و شوهر به اساس رضامندی و مشوره جانبین بخواهند که طفل را از شیر جدا کنند، پس گناهی بر ایشان نیست. اگر خواستید که برای شیر دادن به فرزند خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست، به شرطی که چیزی را که به مادر می دادید بر اساس شرایط منصفانه بپردازید. از خدا بترسید و بدانید که خداوند به آنچه می کنید بیناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. کسانی که از شما میمیرند و از خود همسرانی را میگذارند،
باید این همسران 4 ماه و 10 روز انتظار بکشند. پس چون عده خود را تکمیل کردند، اگر ایشان درباره خیش به طریق عادلانه و معقول تصمیمی بگیرند، بر شما گناهی نیست و خداوند به آنچه می کنید آگاهست. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. اگر شما به گونه کنایی از زنانی که عده خود را می گذرانند خواستگاری کنید یا این قصه را به دل خود پنهان نمایید، بر شما گناهی نیست. به خدا معلوم است که شما آرزوی ازدواج آنها را در خود می پرورانید، ولیکن با ایشان مخفیانه وعده عقد را ما نمایید، مگر آنکه با ایشان چیزی بگویید که با موازین شرع موافق باشد، و تا دوره مقرره عده تکمیل نشود قصد بستن نکاح ایشان را نکنید، و بدانید که خداوند آنچه را در دلهای شماست می داند. از این رو از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر شما زنان را پیش از آن که با ایشان آمیزش جنسی برقرار کنید یا برایشان مهر تعیین کنید طلاق دادید، به شما گناهی نیست، اما به ایشان متاع مناسب بدهید. توانگر مطابق به توان خود و نادار هم مطابق به توان خود، متاع موافق به قانون شریعت، و این حقی است بر نیکوکاران. و طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. و اگر ایشان را پیش از آمیزش جنسی و بعد از تعیین مهر طلاق کردید، پس در این حال دادن نصف مهر به ایشان لازم است، مگر آنکه زنان یا کسی که در امر عقد نکاح صاحب صلاحیت است گذشت نماید، و اگر گذشت کنید یعنی مهر را کامل بدهید، به پرهیزگاری نزدیکتر است و سخاوت و نیکویی را در میان خیش فراموش ننمایید. حقاً که خداوند به آنچه میکنید بیناست. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. برای ادای نمازها مخصوصا نماز میانه شدیداً مراقبت ورزید و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش بپا خیزید. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر از دو
دشمنی ترسیدید، پیاده یا سواره، طوری که مساعد باشد نماز بخوانید. اما وقتی که ایمن شدید، پس خداوند را به طریق ذکر کنید، یعنی نماز را به شیوه بخوانید که به شما آموخته است، شیوه که آن را پیش از این نمی دانستید. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. و کسانی از شما که می میرند و بیوه های از خود می گذارند، سفارش است که یک سال برای این زنها وسایل زندگیشان پرداخته شود و از خانه بیرون نشوند. اما اگر ایشان از منزل خارج شدند، پس آنچه ایشان در حق خیش از کارهای پسندیده انجام می دهند بر شما گناهی نیست و خداوند صاحب قدرت منیع و با حکمت است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. برای زنان طلاق شده وسایل زندگیشان به سویه معقول و منصفانه داده شود، این مکلفیتی است به پرهیزگاران. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. به این ترتیب خداوند برای شما احکام خود را بیان می کند تا باشد که شما بفهمید. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. آیا به سوی کسانی ندیدی که از بیم مرگ از خانه‌های خود بیرون شدند و ایشان هزاران تن بودند؟ پس خداوند به ایشان گفت بمیرید و مردند، سپس خداوند ایشان را دوباره زنده گردانید. حقا که خداوند به مردم صاحب بخشایش است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. و در راه خدا بجنگید و بدانید که خداوند واقعا شنوا و داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست آن که به خداوند قرض دهد قرض حسنه تا خداوند آن را برای او چندین برابر زیاد کند و خداوند روزی بندگان خود را گاه تنگ و زمان فراخ می سازد و به سوی او بازگردانیده می شود. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا به سوی بزرگان قوم بنی اسرائیل که بعد از موسی زندگی می کردن ندیدی؟ انگامی که به پیامبر خیش گفتند برای ما پادشاهی برگزین تا زیر فرمان او در راه خدا بجنگیم، گفت شاید اگر به شما دستور جنگ داده شود از جنگ خودداری کنید. گفتند ما را چی شده است که از جنگ در راه خدا خودداری کنیم، در حالی که از دیار خیش و از کنار فرزندان خیش بیرون رانده شدیم.
اما هنگامی که بر آنها جهاد فرض گردید، جز عده کمی از ایشان دیگران روی گردانیدند و خداوند به حال ستمگاران داناست. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. و پیامبرشان به ایشان گفت حقا که خداوند برای شما طالوت را به حیث پادشاه برگزیده است. گفتند چگونه او پادشاه شده میتواند در حالی که ما از وی به پادشاهی سزاورتریم و برای او مال فراوانی داده نشده است. پیامبرشان گفت بیگمان خداوند او را به شما برگزیده است و او را دانش و قدرت جسمانی فراوانی داده است. خداوند پادشاهی خیش را به هر کس بخواهد میدهد و خداوند گشایشگری داناست. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینت من ربکم و بقیه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وپیامبرشان برایشان گفت نشان پادشاهی او این است که به شما صندوقی می آید که در آن آرامش خاطری است از جانب پروردگار شما و یادگارهای باقی مانده از خانواده موسی و خانواده هارون که آن را فرشتگان حمل می کنند. حقا که در این امر برای شما نشانه است اگر مؤمن هستید. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد گفت بیگمان خداوند شما را به نهری آزمایش می کند پس کسی که از آن بنوشد از من نیست و کسی که از آن نچشد بیگمان از آن من است مگر اینکه کسی یک کف آب به دست خود از آن برای نوشیدن بگیرد پس جز عده همه ایشان از آن نوشیدند چون طالوت و مؤمنان همراه او از نهر گذشتند گفتند امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم اما آنانی که عقیده داشتند به خداوند ملاقی می شوند گفتند چی بسا که دسته کوچکی به اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنگامی که در برابر جالوت و لشکریانش قرار گرفتند گفتند پروردگار ما بر ما شکیبایی فیضان نما، قدمهای ما را استوار گردان و ما را بر گروه کافران پیروز ساز. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس ایشان را به اراده خداوند شکست دادند. داوود جالوت را کشت. خداوند به داوود پادشاهی و حکمت ارزانی فرمود و به او از هر آنچه میخواست آموخت. و اگر خداوند یک گروهی از مردم را به وسیله گروهی دیگر دفن میکرد، زمین واقعا فاسد میگردید. اما خداوند به جهانیان لطف و احسان دارد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اینها آیات خداوند است که آن را به تو به حق تلاوت می کنیم و تو واقعا از پیامبرانی.